عصر همه شما بخیر. خوش آمدین به یک برنامه جدید شبکه تلویزیونی ستاره. فکر میکنم یک برنامه دلچسپ خواهید بود. به خاطر یک ستاره محبوب مشهور بالیوود بابی دیوال با من است. چطور هستین امروز؟ من خوبم، دقیقاً کاملا خوبم. چطور که شما در استرالیا هستین؟ آیا پسندیدین اینجا را؟ بله، من اینجا به خاطر فیلم سولجر هم آمده بودم که شوتینگ هایش را برایم تنظیم نموده بودند. دوباره اینجا قبل از ظهر آمدم و بعضی کارهای به خاطر شوتینگ فیلم انجام دادیم. اینجا یک شهر قشنگ است و من استرالیا را خیلی دوست دارم. اینجا زیبا است و من بعد از 7 سال دوباره آمدم. بله دقیقاً. میشه قبل از همه چیز بگویید شما به خاطر تبلیغ کدام فیلم اینجا آمدین؟ من اینجا به خاطر تبلیغ فیلمی که آمدیم، فیلم پنجابی است به نام رمتا جوگی که از کمپانی خودم و جیتا فیلم میباشد که فیلم های بسیار ساختیم، مانند فیلم بیتاب. فیلمی که ما تبلیغ میکنیم فیلم پنجابی است. من اینجا با دوستم دیپ سیدو که هنرپیشه فیلم است هستم. سلام، چطور هستید؟ خوش آمدید به شبکه تلویزیونی ستاره. تشکر، بسیار زیاد. میشه شما خود را معرفی نمایید؟ بله، من سیدو هستم. به خاطر اولین فیلم خود که رمتا جوگی نام دارد آمدیم. فیلم در تاریخ 14 اگست در سرتاسر دنیا ریلیز می شود. است، بسیار عالی. سپاس که یاد از ما کردین. قابلش نیست. دوست دارم فعلا از بابی بپرسم. بهترین وقت زندگی شما کدام موقعی بوده؟ خب من سالهای زیادی می شود که در صنعت فیلمسازی هستم. همیشه تا و بالای خود داشته. خیلی خرسند هستم از بودن در صنعت فیلمسازی. چون فامیل من هم یک بخشی از این صنعت است. پدرم که یک مثال است و ما به وجودش افتخار می کنم. او هم یک بخشی از این صنعت است. میشه به کسانی که پدر شما را نمیشناسد، البته من احترام خاص با آنها دارم، چون من همیشه آنها را و شما را تعقیب میکردم. میشه آنها را معرفی کنید؟ همچنان برادر خود را، خواهر خود، مادر خود را هم. خب من اینجا به خاطر تبلیغ فیلم دوست خود رمتا جوگی آمدیم و مطمئن هستم که نیاز نیست به کسی خود را معرفی کنم. کسانی که همی اکنون ما را از شبکه تلویزیونی میبینند و یا کسانی که ما را نمیشناسند، پدر من درمندر است، ستاره ناماشنای صنعت فیلمسازی. سنی دیوال برادرم است و من اینجا هستم و به همه کسانی که همی اکنون ما را میبینند میخواهم بگویم سلام به شما. چی میخوایی به علاقمندان افغان خود بگویی؟ من بسیار دوستشان دارم. هرگاه هر موقعی که در هر گوشه جهان میرم، وقتی مردم افغانستان را میبینم، آنها بسیار محبت میدن، مخصوصا به پدرم. بسیار مردم شیرین هستند. هر جایی که میرم راستی، وقتی که من لندن رفته بودم بسیارشان را دیدم. و تیم کرکت افغانستان واقعا بسیار عالی پیش میره. خدایش کمیشه سینی صاحب در بارای صحبت میکند که شما فقط او را میتوانید از افغانستان و دست بیارید. کدام یکیش؟ من نامش را نمیدانم. آیا او برنج یا کباب نیست؟ بل میوه هایش. میوه ها؟ او اینجا دوباره به دست آورده نتوانسته و همیشه در جستجوی آن است. من نمیدانم، اما همیشه او میگه که مردم افغانستان بی نظیر است و من آرزو میکنم تمامی خوابهای شما به حقیقت بپیوندد. تشکر بسیار زیاد از وقتی که با ما دادین. میخواییم بپرسم که کدام فیلم شما برایتان بهترین است؟ فکر کنم فیلم دللگی فیلم دلخواه من است. برای اولین بار بود که برادرم کارگردانی نموده بود. او یکی از فیلم های دلخواه من است. چی آرزو میکنی برای آینده خود در این بخش؟ چی را میخوایی به دست بیاری؟ میخواهم بسیار چیزها را به دست بیاورم و هر هنرپیشه آرزو دارد که بیشتر کار کند تا من حیث یک هنرپیشه ترقی داشته باشد. کاملا دقیقا. قرار است فیلم جدیدشان با بازار بیاید که بابی نقش بازی نموده. فیلم بعدی شما کدام است؟ این فیلم واقعا هیجان انگیز است. خب من نمیتوانم درباره آن فیلم در اینجا صحبت کنم. ما بالای او کار را در اکتبر آغاز میکنیم که کارگردانی او فیلم ویویک چوهان میکند. برایم آرزوی خوب نمایید به خاطر او فیلم. این قیافه را هم به خاطر همان جور کردیم. میشه درباره فیلمتان بگویید که داستانش سر چی هست؟ بله، یک فیلم عاشقانه است و موزیک عالی دارد. کراوات صاحب خواندن‌هایش را سروده و یک فیلم عاشقانه و موزیک خوب هست.
با مو خاطر ما اینجا آمدیم تا او فیلم را پرمود نماییم. ما به یوکی همچنان خواهیم رفت و از هم از آن خواهش میکنم که به تاریخ 14 اگست بس این ماها رفته فیلم را تماشا نمایند. در کجا شما ثبت نمودین فیلم را؟ فقط یک سوال دیگر، در کجا شما ثبت نمودین فیلم را؟ ما در پنجاب و در ممبئی ثبت نمودیم، یعنی در هندوستان ثبت شده. من مطمئن هستم هر کسی خود را در او فیلم میبیند، به خاطر که مردم پاکستان، هندوستان و افغانستان عین احساسات و فرهنگ را دارند. دقیقا. خب آرزوی شما در این بخش چیست؟ در هنر پیشگی چی میخوایی به دست بیاری؟ خب آرزوی من، هرچند که من قدم های نخستم است، بسیار راه طولانی در پیش است. باید بروم و دوست دارم با مردم در ارتباط باشم و محبت مردم را احساس کنم و بسیار زحمت بکشم و راه طولانی را پیش برم. تشکر. خب بابی، یک بار دیگر خیلی سپاس. و چی پروگرام دارید در استرالیا؟ آیا میخواهید کدام فیلم اینجا ثبت کنید؟ و درباره افغانستان چطور؟ شما میخواهید کدام فیلم در افغانستان ثبت نمایید؟ من واقعا دوست دارم آنجا را، اما موقعیت فیلم نظر به داستان فیلم میباشد که شما آنجا به ثبت میروید و امکان دارد که من یک روز در افغانستان باشم. مطمئنم یک روز آنجا خواهید بود و ما شما را در یک فیلم اگر دعوت کنیم چی فکر میکنید؟ بله، خرسند میشوم. خب مصاحبه هم به طرف ختم شدن روان است. میشه شما کمی فارسی صحبت کنید؟ بله، فقط یک جمله میتوانم بگویم. من تو رو خیلی دوست دارم. هو، چقدر عاشقانه. خب بابی، میشه یک پیام به طرفداران شبکه ستاره بدهید؟ من به همه عزیزانی که شبکه ستاره را تماشا میکنند میگویم بسیار زیاد تشکر از حمایت و محبت شما به فامیل من و آرزو میکنم تمامی خوابهای شما به حقیقت بپیوندد. مواظب باشید. سلام، من دیپ سودو هستم در شبکه تلویزیونی ستاره. همه شما را دوست دارم و خدا نگهدارتان. میخوایم سپاسگزاری نمایم از بابی دیول و دیپ سیدو که لحظاتی در این برنامه با ما بودند. با میخوایم همیشه موفق باشد در زندگیتان و احترام مرا به فامیلتان تقدیم کنین وقتی برگشتی. تشکر، من بهترین ها را برای تو آرزو میکنم. تشکر بسیار زیاد. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to another episode of Satara TV. So I think this is going to be one of my most exciting episodes so far because we've got one of Bollywood's most famous superstar, Bobby Deol, here with me. How are you today? I'm good. Absolutely fine. How are you doing in Australia? Do you like it? I'm here because, I've been here. I've not been to Melbourne. I was here for Soldier, the film I did. It was shot in Sydney. And then I came to Melbourne just for an afternoon and I drove down to the 12 Apostles to shoot. So I've not really seen Melbourne, but it's a beautiful city and I love being in Australia. It's kind of it's nice. I mean, it's been 17 years, so it feels good to be back. Yeah, definitely. So can you please tell me, first of all, what movie are you here to promote? I'm here to promote a film. It's a Punjabi film. It's called Ramta Jogi. My company Vijeta Films, which has made a lot of films like from Betab onwards, we're promoting this film. It's a Punjabi film, so I'm here with my friend, the actor of the film, Deep Sidhu. Hey, hi, so how are you? Welcome to Satara TV. All right, thank you so much. Can you please introduce yourself? Yeah, hi, I'm Deep Sidhu, and I'm coming up with my first film. It's called Ramta Jogi. It's releasing on the 14th of August all over. Okay, wonderful. Thank you for having me over. You're very welcome. So I'd like to ask Bobby now, can you please tell me what has been the most highlight of your career so far? Well, I've been in this industry for I think many, many years now, and there's always ups and downs. So it's just great to be in this industry because I love show business and my family's been a part of it. My dad, he's a legend, so I'm just blessed to be his son and to be a part of an industry which he's an icon of. For people who don't know your father, I respect him a lot because I grew up watching him and watching you. Can you please introduce your father and brother and sister, of course, and mother? Well, I'm here to promote my friend's film, Ramta Jogi, and I'm sure I don't have to introduce anyone if they see me on television right now. They might not recognize me, but my father is Dharmendra, the legend of the industry, and Sunny Deol is my brother, and I'm here saying hi to everybody watching me right now. What do you have to say to your Afghan fans? I love them. I mean, whenever I go in any part of the world, whenever I meet people from Afghanistan, they just adore our family. I mean, they love my family, my father especially.
and because it's and they're very sweet people everywhere I go. In fact, I met some people in London, and it was just nice, and I was just happy to meet them because I wanted to let them know that their cricket team is doing so well. Yeah. You know, Afghanistan cricket team is really, really doing well. So. There's one fruit which Sanisa always keeps talking about, which, you know, you get only in Afghanistan. What's that? I don't know. I've forgotten the name. Is it the rice or the kebab? No, it's some fruit. Fruit? He's never got it ever again, and he keeps looking for it. I think... I wouldn't know, but okay. It's just that people from Afghanistan are wonderful, and I wish you all the best, and I hope all your dreams come true. Thank you so much for your time. I just want to ask you, what has been your favorite movie of all time that you've done, acted in? I think Dillagi is one of my favorite films because it was the first time my brother directed it. And I had a great character which I played in that film. So it's one of my favorite films. And what do you wish for your future in this field? What do you want to achieve? I have lots to achieve. I mean, it's just every actor always feels he has to do more and more. And that's what keeps you going as an actor, so there's a lot to do. That's right. So check him out in his next film for which he's growing. What is the next movie? Okay. It's going to be really exciting. Well, I can't really talk about that film as yet because we've said we're going to start work on it in October. All I can say, it's being directed by a first-time filmmaker, Vivek Chauhan. And so just wish me luck for that, and that's the new look for it. So can you tell me about your current movie a little bit? What's the storyline? Just a short... Yeah, it's a love story, and it has great music. Rahat Saab has sung a song, Javed Bashir Ji has sung a song, and Sukhvinder has sung a song in it. So love story has to have good music. So we are here promoting it. We went to the UK as well. So just want to request everyone, please go watch it on the 14th of August. It's called Ramta Jogi. Thank you so much. Where did you shoot it? Just one more question. Where did you shoot the movie? We shot in Punjab and then in Bombay. And so it's shot in India. But I'm sure everyone will connect to it because of people from Afghanistan, Pakistan, Indians. We have same emotions and that culture we come from. So definitely, definitely. Okay, so what's your hopes in this field in acting? What do you want to achieve? And my hopes basically, I've just started, a long way to go, and it's a beautiful field to connect to people. There's so much of love and warmth which we feel. So just want to go along and work hard. Thank you. All right, so Bobby, thank you so much once again. Tell me, what else are you going to be planning in Australia? Do you want to come shoot a movie here? Or what about Afghanistan? Do you want to shoot a movie in Afghanistan? I would love to. Locations depend on the script of the film, and according to that, you go and shoot films. So let's see, one day maybe I'll be shooting in Afghanistan. Yeah, definitely in the mountains. I think that we will invite you for a movie there. What do you think? Yeah, that'd be great. Yeah. Okay, Divyas, I want to find out how Afghan Bobby is. Let's see if he can speak Dari. Can you say something for us? Well, there's one line I can say. It's Man toro khayli dostoram. Oh, how romantic. Okay, so Bobby, do you have a message for all our viewers? Sitara? Yes, I wish everyone watching Sitara TV lots of love, and thanks for supporting my family for so many years, loving us so much. And I wish your dreams, all your dreams come true. Take care. Hi, everyone. I'm Deep Sidhu on Sitara TV. And I love you all. Khuda hafiz. Okay, dear viewers of Sitara TV, I'd like to thank Bobby Deol and Deep Sidhu for joining us today on the program. Thank you so much. I wish you all the best in your career. And pass my regards to your families as well when you're going back. Well, you take care. Wish you the best. Thank you so much. Thank you so much.